نماز از نعمت‌های بزرگ پروردگار متعال است. دو رکعت نماز شما با همه دنیا قابل مقایسه نیست. بی نمازی موجب گرفتاری در سقر میشه. وقتی از اهل سقر سوال میکنن، بازجویی میکنن که خود این هم یک نوع عذابه، از آدم سوال جواب بکنن، بازخواست بکنن، آدم حقیر شده، ذلیل شده. خدا نکنه کار انسان به جایی برسد که انسان کارش به دادسرا و دادگاه برسد و در اونجا پرونده برای آدم تشکیل بشه، بعد ببرن اونجا سوال جواب بکنن ولو اینکه تبرئه بشه، بعد معلوم بشه که گناهی نکرده بوده، با حکم براءت صادر بشه. اما نفس این معنا که کسی رو احضار میکنن، براش پرونده تشکیل میکنن، سوال جواب میکنن، خود این نوعی تنبیه برای انسانهایی که آبروی تشخصی دارن، خیلی قابل قبول نیست که کارش به اونجا بکشد. لذا یکی از عذابهای جهنمی ها همین شماتت هاست. ما سلککم فی سقر، ها چی شد که به اینجا افتادی، کارت به اینجا کشید. اونا چند چیز رو میگن موجب سقوط در سقر شد. یکیش لم نکم من المسلین. اولین علتی که میگن دست ما از ریسمان نماز کوتاه بود. نماز ریسمان الهیه، آدم را از جهنم بیرون میکشه، آدم را از بدبختی ها و نکبت ها نجات میده. در قرآن کریم آیاتی که نسبت به نماز خدا بیان فرموده آیات بسیار سازنده است. فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بگیرید. نماز بار نیست، نماز یار زندگی هست. هر جا گره تو کارتون افتاد، هر جا به بنبست خوردید، چرا نماز نمیخونید؟ چرا به سنگر نماز پناه نمیبرید؟ دشمن داری، فقر داری، قرض داری، گرفتاری داری. برای همه اینها نماز داروی شفابخش و نجات بخش است. در این نماز خدای متعال رکوع قرار داده، رکوع چه اسراری داده داره، سجده قرار داده دارای چه اسراری است. به علاوه مستقلن سجده خودش در غیر نماز هم موضوعیت داره، آثار داره. و بزرگان ما مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، مثل مرحوم عاشق محمد حسین قروی اصفهانی، استاد آیت الله بهجت عزیز سفر کرده ما، استاد علامه طباطبایی و بزرگان دیگر، اینا سجده های چند ساعته داشتن. اویس قرن رضوان الله تعالی علیه لیلت رکوع داشته، لیلت سجود داشته. چه شبهایی، چه عبادتهایی، چه دلهای سوزانی، چه مناجاتهایی که نور آسمانها بود عبادتهای اینا. اینا با عبادتهاشون به آسمانیان نور می دادن. اینا مایه مباهات فرشتگان بودن. مرحوم آیت الله بهجت فرمودن استاد ما سجده های 7 ساعته داشت. تو حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام این حالت براش پیش اومده بود، گرفتار جذبه شده بود، خواسته بود که از اون سجده های طولانی در ایوان مطهر امام حسین علیه السلام انجام بدهد. صدای مبارک خود امام حسین رو شنیده بود. حضرت فرمودن که این کارها مال اینجا نیست، اینا رو باید در خلوت انجام داد. این نماز شب مال خلوته، سجده های طولانی مال خلوته، گریه های از خوف خدا و توبه مال خلوته. لذا این همه تشویق شده است به نماز شب. نماز شب صلاة اللیل سراج القبر، نماز شب نور عالم برزخه.
آدم از این دنیا رفت، نه این چشم داره، نه تو این عالمه که نور و آفتاب برای او گشایشی و روشنایی پیش بیاره. ما تو این عالم نیستیم، از عالم خاکی ما رو بیا عالم دیگری میبرن که اونجا خورشید و ماه نداره، اونجا این نورافکن و چراغ فایده نداره، به قبر کسی چراغانی بکنن. اونجا که این چشمش از بین رفت، چشم از کار افتاد، زبان از کار افتاد، گوش از کار افتاد، دیگه این فایده نداره هر کار براش بکنی، نه قدرت حرف زدن داره، نه قدرت دیدن داره. اونجایی که روح رو بردن، در اونجا این خورشید و این چشم کاری نیست، این نور دیگری لازمه که یکی از چراغهایی که در عالم برزخ فضای زندگی ما رو روشن میکند چراغ نماز شب است، که اصلا تعبیر سراج ازش شده است، صلات اللیل سراج القبر. خدای متعال دعوت به این امور در متن قرآن کریم و بالاسحار هم یستغفرون در آیه دارد که تتجافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. خدا می ستاید، تعریف می کند اونهایی که تتجافا، تجافی آدم یه جایی رو که خالی میکنه و اونجا اول با ما پر بود، کنار میایم جوف اونجا ایجاد میشه. کسی که تو بسترش خوابیده بوده، در دل شب به عشق ارتباط با خدا، مناجات با خدا، بستر خودش رو تهی میکنه، رخت خوابش رو خالی میکنه که چیکار کنه؟ یدعون ربهم، میاد که خدای خودش رو بخواند، برای دعا بلند میشه، برای نماز دعا بلند میشه و انگیزه اش از این ارتباط معنوی و دعا و مناجات خوفن و طمعن هست، هم از خدای متعال نسبت به گناهانی که در گذشته از خودش سراغ داره میترسه و اما من خاف مقام ربهی ونه النفس عن الهوى، این که از گناه خودش واهمه کرده، شب از این گناهان وحشتناک خودش پناهنده می شود به بارگاه رحمت حق تعالی، می گوید وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری، خدایا تقصیر و گناهم زیاده، حالا اومدم. می رود خوفن خدا رو می خواند، از طرفی هم طمعن به رحمت حق تعالی، به بهشت حق تعالی، به عنایات حق تعالی، به آمرزش خدا طمع دارد. خوفن و طمعن یک برداشت دیگری هم ازش میشه، گاهی انسان مرهوب جلال میشه، گاهی مجذوب جمال. انسان هایی که هم خوف دارن و هم رجا دارن، که علامت ایمان همینه که اگر انسان عبادت ثقلین رو کرده از خدا میترسه و اگر گناه ثقلین رو کرده به خدا طمع داره، امید داره. در هر مرتبه ای از گناه واقع بشه، یأس از رحمت پروردگار متعال، از اعظم کبائر هست، از قتل انبیا هم گناهش بیشتره و از اون طرف غرور به عبادت و نماز و کارهای خیر عجب عمل رو فاسد میکنه. مؤمن هم میترسد که خدای متعال نکنه که عبادت من قبول نشده باشه، نکنه که هیچ ذخیره ای نداشته باشم، نکنه که نمره نداره کارنامه من، نمازام نمره نداره، روزهام روزه نمره نداره، زیارتها رفتم اما به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی به درون خانه آیی. آدم هم از جلال خدا مرعوب میشه، هم به جمال خدا مجذوب میشه. یدعون ربهم خوفا و طمعا.
خداوند منان در حق اینها یه چیزی میگه که عقل مبهوت میشه. یعنی خدای متعال اونچنان کرمش در مورد اینها طوفانی میشه، دریای کرم جوشش میکنه که میفرماید فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. هیچ کسی فکرش نمیرسد که ما برای این بندگانی که در دل شب با ما خلوت میکنن برای اینها چه ذخیره میکنیم. خدا یه تحفه های مرموز، یه تحفه های خصوصی ویژه برای اینها ذخیره میکنه. وقتی بنده به اونجا میرسد، در پیشگاه رحمت الهی قرار میگیره، خدای منان میفرماید پاداش اون خلوت های دل شبت، اونجا دور از انظار تو بودی و من با من خلوت کردی، برای کسی نبود، چون تو خلوتی آمدی، خصوصی آمدی، منم یه تحفه های خصوصی برای تو نگه داشتم. وقتی خدا اون تحفه ها رو به بنده اش نشون میده، بنده اونچنان هیجانی میشود که اشک شوق میریزه، از ذوقش گریش میگیره. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیان. هیچ کس خبر نداره که خدا اون چرا که از قرت اعیان قرعینو میگن اشک انسان، دو نوع انسان اشک داره، یک اشک مصیبت است، اشک حزن است، و یک اشک شوق و اشک شادی هست. آدم عزیزش سفر بوده، مدتها هجران کشیده، بهش میان خبر میدن عزیزت داره میاد، وقتی میبینه های های گریه میکنه، میگن چرا گریه میکنی؟ میگه از ذوقم دارم گریه میکنم. ای بی بی عالم، ای نماینده فاطمه زهرا، ای دختر باب الحوائج، چه میشود به ما یه حواله بدی که ما هم یوسف فاطمه رو در حرم شما یه بار ببینیم و اشک شوق بریزیم. این نوع عشق، یه عشق برای ماتم، عشق برای مصیبت، عشق برای داغ، اونم یه عشق دیگریه. ولی میگن عشقی که انسان برای حزن میریزه، این عشق حرارت داره، گرمه، اما عشقی که از روی شوق ریخته میشود برودت داره، سرده. و قرعینه یعنی عشق سرد ریخت. این حاکی از اینه که اشک شوق و اشک شادی هستش. نماز شب رو به عنوان یک گنجی برای خودتون ذخیره کنید و توفیقش رو از این کریمه اهل بیت بگیرید انشاءالله تعالی. خدای متعال هم رکوع و سجده و عبادت رو از ما خواسته و هم تعظیم شعائر رو، و من یعظم شعائر الله، این عبادت های خصوصی خلوتی هست و روایت دارد که صدقت و سره تطف و غضب الرب، صدقه پنهانی غضب خدا را خاموش میکنه. این گناه آتش خشم خدا را مشتعل میکنه، اما در پنهانی شما به داد کسی میرسید، به همسایه کمک میکنید، به فامیل دور از انظار زن و بچه‌ات بدون منت میبری، یک احسانی میکنی، یک گرهی ازش باز میکنی. اینجور خدمتهای پنهانی آتش خشمی رو که گناهان انسان به وجود آورده بود، غضب خدا رو خاموش میکنه. شعله خشم خدا با صدقه پنهانی خاموش میشه. اینها دلیل بر اخلاص هست و کارهای سری بیشتر در معرض نسیم رحمت پروردگار منانه. اما یه کارهایی رو خدای متعال خودش دعوت به اجتماع کرده است. یکی نماز جماعت، ارکعو مع الراکعین، موقع نماز در خلوت بری نماز با حالی هم بخونی، خدای متعال نمره ای که به نماز جماعت میده به نماز تنهایی شما نمیده. در نماز جماعت وقتی اشخاص از ده نفر عبور میکنه،
روایات میگه ملائکه قدرت نوشتن یک رکعت نماز رو ندارن. چرا خدای متعال این همه تشویق قرار داده؟ برای اینکه فضای عمومی باید دشمن رو کور کنه. این اقتدار شماست، این شکوه شماست. حج رو خدای متعال به عنوان یک کانون قدرت برای جهان اسلام قرار داده که در اونجا از همه جای عالم مسلمان ها اجتماع بکنن، ارتباط پیدا بکنن، مناطق و قلمرو به اسلام در اونجا خودش رو نشون بده که از چه جاهای اینجا حضور پیدا کردن. نماز جمعه این شکوه هفتگی جامعه اسلامی هستش. جامعه توحید عظمتش در این اجتماعشه، ید الله مع الجماعه.